از کربلا باید بگی، از قصه دل دادگی، احساس یعنی عاشقی، اخلاص یعنی سادگی. از کودکی سینه زدم تو تکیه های شهرمون، از بچگی بار اومدم تو روزه های خونگی، اشکی بده گریه کنم، گریه زلالم میکنه، من خستم از نفس خودم ای اسوه آزادگی، من طالب وصل توام، یادم بده راهی بشم، یادم بده افتادگی، اینی که میگن اهل بیت ما بچه‌هایی نیستن که مثلا تو هیئت‌ها بخوان از اهل بیت بگن خور ما خرافاتیم، ما فلانیم، ما فساییم. آقا ما کرامت دیدیم. من خودم به شخصه تو هیئت خودمون نشسته بودم، دایی من رگ گردنش پاره شده بود که به مغزش متصل بود، ایشون وسط هیئت به من اسمس دادن که دایی دکترا ازش قطع امید کردم، انقدر گریه کردم، متوسل شدم به آقا حضرت علی اصغر، ایشون به کرامتش به واسطه ای که آبروی پیش امام حسین داره، امام حسین آبروی پیش خدا داره، به من زنگ زدن آخر عیاد تموم شد، به من زنگ زدن آقا دایی چفا پیدا کرده. این یه مثالش. چجوری ممکنه بفهمه؟ وقتی آدم بخواد با خالق خودش بخواد ارتباط برقرار کنه، سجده، پیامبر معصوم میگه آقا سجده نزدیکترین راه ارتباط با خداست. سجده کردم گفتم خدایا یا داییمو شفاش بده، یا اگه میخواد بمونه دیگه کامل قطع نخا نباشه، من با بزرگم دق میکنه، مادر بزرگم دق میکنه. ایشون بعد از هیئت ما فهمیدیم که خدا رو شکر، خدا رو شکر الان تقریبا 12 ساله که سالم و سرحال داره کار میکنه، به کار خوش مشغوله. این از عنایات آقا بود، این از عنایات آقا ابوالفضل بود، آقا حضرت علی اصغر بود. من هیئتی بودم که به نام حضرت علی اصغر شیرخواره امام حسینه. من پارسال این موقع خانومم باردار بود، اومدم پیش امام حسین گفتم یا حسین من یه دختر دارم یه پسرم میخوام. آقا گفتم آقا اگه پسر شد میکنمش غلام حلقه به گوش خودت، اسمشم میذارم حسین. خدا رو شکر، خدا رو شکر شد پسر، همونم شد. امام حسین عنایت کرد به اون یه پسر داد، اسمش هم گذاشتیم امیر حسین. از اسم شروع کردم تا اولین کلمه ای که در گوشش گفتم، گفتم یا حسین. عرضم تمام، یا علی من لبیک یا حسین.